در جنگ خندق بعد از اون وقتی رسول الله می رود با بنی قریظه می جنگه، با اونها در محاصره مسلمان ها قرار می گیرند. حضرت ابو لوابه که یکی از بهترین سربازان و سپاهیان اسلام و صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، حلیف بنی قریظه بوده، اونها میگن که ابو لوابه را بذارید، ما باش مشوره ای داریم. وقتی اونجا میره ازش میپرسند که اگر ما تسلیم بشیم اینجا احوال ما چی میشه؟ ابو لبابه ناگهان بدون توجه دست را میبره به حلقوم. شما با مسلمان ها خیانت کردید در جنگ خندق، سزای شما کشتنه. ناگهان متوجه میشه که نباید این را میگفت، بدون اجازه رسول الله اسرار جنگی را فاش کرده، این خیانته. بدون این که رسول الله را مطلع کنه دوان دوان خود را میرساند به مسجد النبی، میرود بر ستون مسجد النبی، خود را میبنده و قسم میخورد تا رب العالمین توبه من را نپذیره و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم با دست های خودش این گره‌ها را از وجود من باز نکنه، من خودم را باز نمی کنم. شبی که توبه ابو لبابه نازل میشه، نوبت ام سلمه هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در منزل ام سلمه قرار داره، بشارت نازل میشه، توبه ابو لبابه نازل میشه. رسول الله بیان میکند که ابو لبابه که به ستون مسجد در مسجد النبی بسته است، ام سلمه رب العالمین بشارت توبه اش را نازل کرده. سبحان الله، این مادر مؤمنان چی میگوید؟ میفرماید ای محمد صلی الله علیه و سلم به من اجازه بده این بشارت را من به فرزندم بدهم. سبحان الله، میره میگه فرزندم ابو لبابه، رب العالمین توبه شما را نازل کرده. مسلمان ها هجوم میارن که ابو لبابه را باز کنن و بهش بشارت میدن. ابو لبابه میفرماید نه خیر، کسی به من دست نزنه. قال لا والله حتی یکون رسول الله هو الذی، تا اینکه رسول خدا اون کسی باشه که این نخها و گره هایی که من بسته هم باز کنه. بیده شریف رسول الله صلی الله علیه و سلم میره با دست خودش اون را باز میکنه. سبحان الله، ابو سفیان ابن حارث پسر عموی رسول خدا هست، اما قبل از اسلام حج کرده، شعر خوانده بر هره رسول الله صلی الله علیه و سلم، تا دانسته هست با زبان تازیده هست و رسول الله را بدگویی کرده. اما بعد از این رسول خدا وقتی در نزد رسول الله میاد، فعارض عن، اعراض میکنه، رسول خدا نمیپذیره. سبحان الله، ابو سفیان ابن حارث میره به محضر ام سلمه، میفرماد ام سلمه رسول خدا مرا نمیپذیرد. ام سلمه میره به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، از طرف ابو سفیان ابن حارث عذر خواهی میکنه، میگه ای محمد صلی الله علیه و سلم این را ببخش و معافش کن. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به ابو سفیان حارث چی میفرماید؟ میگه ابو سفیان شما برو از روبرو و چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم جملاتی را به رسول الله بگوی، مورد خطاب قرار بده که برادران یوسف به یوسف گفتم، چون اون حضرت نمیخواهد که در قول و سخن و در عمل کسی از رسول الله بهتر باشه. ابو سفیان ابن حارث به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم از قسمت چهره از روبرو می رود، این آیات را می خوانه. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. ای محمد صلی الله علیه و سلم، برادران یوسف آمدند روبروی یوسف ایستادند و گفتند یوسف ما بر گناهان ما اعتراف میکنیم، بر خطای ما اعتراف داریم، شما از ما بگذر. یوسف گفت که
لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. يوسف اونها را بخشید، محمد من آمدهام من را ببخشید. صلی الله علیه وسلم. اون حضرت می فرماید ابو سفیان بن حارث، ای پسر عمویم برو شما را بخشیدم. سبحان الله، ما هم می توانیم امروز کسی را ببخشیم؟ اینا همه دستم برای ما. ام سلمه و جبرائیل، سبحان الله، جبرائیل داره با رسول الله صحبت میکنه، ام سلمه از اونجا میگذره و بعدن رسول الله میپرسه ام سلمه شما را شناختی کی بود؟ میفرماید نه خیر، این دهیه من کلبی بود. رسول الله میفرماید این جبرائیل علی نبینا علیه الصلاة و السلام بود.